خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهرا از بین رفته. اتفاقاتی که تقریبا 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت آمدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنند که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنند. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، نوع از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلق اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی. با برنامه ششم از سلسله برنامه های تاریخ صفوی، بازخوانی تاریخ صفویان، در خدمت شما هستم. در برنامه قبل من درباره عقیده اینها برای شما گفتم که شیعه‌ای که شما امروز در ایران اومدن به مذهب شافعی و مذهبی رو و حنفی رو از ایران برانداختن، اهل سنت رو برانداختن و مذهب شیعه رو جایگزین کردن، چگونه جایگزین کردن، چگونه، با چه خشونتی، با چه وحشیگری. و عقیده اینها رو هم تا حدودی براتون گفتم که اینها چه چیزایی رو حلال میدونستن و چه چیزایی رو حرام میدونستن. هر چیزی که خدا حرام کرده بود اینها حلال میگفتن و هر چیزی که حرام بود رو حلال کرده بودن. شراب نوشی پیش اینها حلال بود، نخوردنش پیش اینها حرام بود، گناه داشت. ولی نکته دردناک این بود که این کارا به نام دین انجام میشد. اینا میگفتن آقا ما اهل بیت پیامبر هستیم. خنده‌دار است که اصلا سید هم نبودن. کسروی یک تحقیقی داره که اینها یه دفعه خودشون رو سید کردن. در نوشته های تاریخی، در نوشته های تاریخی اولیه در مورد شیخ صفی الدین و بچه‌هاش اصلا نیست که اینا سید هستن. حالا سید شدن و میگن ما اهل بیت پیامبر هستیم. در برنامه قبل بعضی از منکرات که اینا انجام میدادن، ببین انجام دادن منکرات بدی ها چیزه، شاید هر کسی گناه میکنه، انسان بدون گناه نیست. پادشاهان سنی هم خیلی هاشون گناه های زیادی کردن، منتها حلال کردنش این کفره. اینا حلال میکردن و اجبار میکردن مردم رو. در دوره اینها حجاب نبود، حتی یعنی همون چیزایی بود که در آفریقا بود. در مورد نبودن حجاب در بین زناشون با همه تعصبی که اینها نسبت به سنی ها داشتن، در زمان شاه طهماسب پسر همین شاه اسماعیل، حالا ما نمیخوام به اون میرسیم، ولی میخوام در مورد مسئله به اصطلاح منکراتی که اینا قبول داشتن بگم. شاه هند به ایران پناهنده شده بود، بینشون دعوا شده بود، شکست خورده بود، اومده بود به ایران پناهنده شده بود. فکر میگه شاه طهماسب هم یک آدمی است. شاه طهماسب اون رو میگفت که تو باید شیعه بشی. اون نمیخواست شیعه بشه، میگه من شیعه نمیشم، یه آداب پادشاهی نیست، من یک پادشاه هستم، تو منو مجبور باید نکنی، به من کمک کن، من برم سرزمین خودم آزاد کنم. قانون اون دوره بود که پادشاه دیگه پناهنده میشد، دیگه کسی نمیگفت دینت عوض کن. اما برای ترسوندن اینا هم حتی کاری کرد، حالا به اون میرسیم. اما یک نکته در اینجا هست که خواهر همین شاه طهماسب، دختر شاه اسماعیل، با این آدم نشست و برخاست داشت، در حالی که اینا که سنی‌ها رو اینطور بد میدیدن باید خواهرش با این نمینشست و به این کمک میکرد، میگفت جلوی شاه اینجوری بگو تا کارت پیش بره. به هر حال کارهایی که اینها کردن، اوریان دونستن رو، اوریان بودن رو بعد نمیدونستن و دیدیم که کارهای خود رو در جلوی مردم انجام میدادن. و این کارها رو شما در ایران امروز هم یک رگه هاش میبینید. شما کهریزک رو دیدید، شما به یک دوستی برای من در زندان کرمان میگه همون کاری که کافرها در ابو غریب کردن، اینها میگه در زندان کرمان انجام میدادن. خود شاهد بود. من تعجب کردم وقتی شنیدم، گفتم آقا حکومت اسلامی مگه نیست؟ بالاخره اینا تهمت میزنن به، یا به قول خودشون میگن که ما نمیدونم، حضرت علی تهمت به حضرت امراس میزنن که
لباس خود در آورد و حضرت علی ندید، برای اینکه نبینه از کشتنی صرف نظر کرد. ولی خودشون بادی من آدم باورش نمیشه دیگه این چیزا، اما این رگه ها در دینشون هست. اون رفیق من دلیل نداشت که دروغ بگه. دیگه از حرام هایی که اینا حلال کردن این بود که چهار زنی رو که اسلام در طول تاریخ قرار داده بود که بیش از اون همزمان برای یک مرد حرامه، اینا حلال کردن و این رو به 500 هزار و هر چقدر که دلشون خواست رسوندن از زنهای آزاد. به طور کلی میشه گفت که اینها حتی با اینکه این پیر بوده، ولی بوده، مرشد بوده، صاحب طریقت بوده، اما نام بچه‌های هم شاه اسماعیل شما ببینید میفهمید که این انسان دشمن دین بوده. حالا بگید که چون که حالا یک نفر که خودش رو به اصطلاح یک آدم به اصطلاح کار به دنیا نداره، کار به دین نداره، حالا اسم بچه‌ش هر چی بذاره بذاره، اما یک نفر که میگه من پیر طریقت هستم، نام بچه‌ش جورج بذاره یا نمیدونم الکساندر بذاره، اینا دیگه طبعا بودار این کارش. این نام بچه‌هاش طهماس، فرنگیس، اسم دخترش که اینها همش اسمایی بود که باید اسم فاطمه رو می‌ذاشت. مثلا این چیزا نیست در تاریخ، این یا اسم علی رو می‌ذاشت. نشون میده که این رو به شدت تربیت کرده بودن. یکی دیگه از چیزایی که حرامه که اینا حلال کرده بودن این است که گوشت مرده رو می‌خوردن. باعث شرمساری ما و شماست. خب اینا ایرانی نبودن، اینا از وحشیای ترکی هم نبودن، از وحشیای اونا بودن. خب ترکا رو خدا از شر اینا نجات داد و ما بدبخت‌ها به گیر اینا افتادیم. اینها در نزد شاه اسماعیل خوردنش حلال بود، بلکه در این کار از آفریقایی هم جلوتر بودن، چون آفریقایی ها میپختن میخوردن، اینا زنده زنده میخوردن. دسته ای داشتن که این دسته ها میومدن، اول دماغ هم این بدبخت میخوردن، باز گوشش میخوردن، باز رانش میخوردن و خوردن رو ثواب میدونستن. وقتی شاه اسماعیل دستور داد که وقتی که شیبک خان کشته شد به دست نفرات شاه اسماعیل، پادشاه ازبکستان به نفراش گفت که جسدشو بخورید، جسد مرده ای که در زمین افتاده، خاک و خون همش هست، اینا بادهان خود افتادن مثل حیوانات خوردن، بلکه از همدیگه خریدن. اون که دورتر بود اگه یکی تیکه در دستش بود گفت بده پول بگیر، ثواب میدونستن خوردنش رو. میگم مرده رو که میخوردن آدم زنده رو میخوردن، که این دیگه اسلام هیچ دستوری نداره. دیگه از کارهای اینا که کاملا نشون میده که اینا ابدا اصلا بر دین اسلام نبودن، یعنی کارشون که نگاه میکنی همش خلاف بود. وقتی که پیش پیامبر خدا دو فرستاده شاه ساسانی اومدن که میخواستن پیامبر خدا رو دستگیر کنن، یا تو مشامه قصه مشهور، اینها سیبیل داشتن آویخته و ریش خودشون رو تراشیده بودن. پیامبر فرمود این چیست؟ این چه کاریست؟ گفت خداوند ما اینطور به ما امر کرده که سیبیل بذارید و ریش رو بزنید. پیغمبر فرمود صلی الله علیه وسلم که خدای من به من امر کرده که ریشو بذارید و سیبیلو کم کنید. این شاه اسماعیل که اومد ریش رو ممنوع کرد، همون کاری که شاه ساسانی کرده بود، و دستور داد که سیبیلا اگه عکساش باشه، دوستان باز بتونن براتون بذارن، سیبیلای آویخته، این قطعای از این ور از این ور آویخته، قیافه مجوسی وحشتناکی برای خودشون درست کرده بودن و ممنوع هم بود. از آن رو تمام مناسک رو عوض کردن. شما ببینید غیر از قرآن که شیعه نتونسته توش دست ببره، این معجزه قرآن که شاه اسماعیل زورش به قرآن نرسیده، از آن رو عوض کرده. حی علی خیر الامر کجا بوده در تاریخ آخر؟ اشهد ان علی و ولی الله رو اینا اضافه کردن، به اونم اینا اضافه کردن و از آن رو عوض کردن، اما به نماز رو عوض کردن، هر چیز عوض کردن غیر از قرآن. دیگه از کارهایی که میشه از شاه اسماعیل دید و فهمید که این آدم میخواسته به اسلام توهین کنه، مسخره کردن دیگه. یک چیز آدم، حالا شما یکی ببینید، بعضی هستن دارم این روزا ما میبینیم بعضی از این ملحدین، مثال اگه میخوان شیعه رو مسخره کنن، عزاداریشو به صورت مسخره برگزار میکنه، عزاداری میکنه، اما در همون حال نوعی عزاداری است که تو میفهمی دارن مسخره میکنن. شاه اسماعیل بر خودش یک چیز داشته، عبا داشته، میگفت این عبای پیامبر صلی الله علیه و آله است، میپوشیده، مردم میگفتن این عبای او است، حتما دیگه میگفت از موسی است و از عیسی رسیده. باز یک سگ هم داشته، سگ سیاهی داشته، یا سیاه بوده یا نبوده نمیدونم، این سگ رو دوست داشته، این سگ جلوی اسبش رفته، اسب رو زیر گرفت، این سگ مرده. شاه اسماعیل چیکار کرده؟ شاه اسماعیل از اسب پیاده شده و گریه کرده برای همین سگ. باز خنجر برداشته، همین عبایی که منسوب به حضرت پیامبر پاره کرده، این رو کفن سگ کرده. سگ چیز نجسه، اون لباس پیامبره. میخوام بگم یعنی توهین به
اسلام رو ببینید. و سفیر عثمانی در اون وقت در دربارش بود که همراه اون وقت سفیرا در همراه شاه حرکت میکردن. اینی که دید آه از نهادش برآمد. دیگران گفتن که همون خلیفه ها گفتن که اینشون ولی کامله، هر کاری بکنه همون حقه. به شاه اسماعیل به اینم راضی نشد، فرداش گفت که برای امین سک از داری کنید مردم شیعه امروز برای حضرت حسین رضی الله عنه عزاداری میکنه. یعنی اینا همه نشون میده که این داشته مسخره میکرد اسلام رو، کاملا نشان میده که این آدم مسلمان نبود. حالا سوالی که در اینجا مطرح است که اینا مسلمان نبودن، شیعه دوازده امامی هم نبودن، پس اینا کیا بودن؟ چگونه شد که از اینها تبدیل شدن به شیعه دوازده امامی؟ این خودش یک بحث مفصله. بلکه نکته‌ای که شما باید بدونید، صفویه‌ها در طول تاریخ خودشون این چیزها رو حلال می‌دونستن. این نکته رو هرگز فراموش نکنید. ببینید اینا 230 سال کم و بیش برای ایران حکومت کردن. فاحشه خانه‌ها، امرودخانه‌ها، و و و بندخانه‌ها، چرزخانه‌ها، همه اینها آزاد بود. از روزی که اینا شهر تبریز گرفتن، یعنی سال 907 هجری، 907 هجری در همون مسجد جامع تبریز که حالا که بعدش دیگه به دوره آخر پادشاهی اینا شاه سلطان حسین اینا دوباره اون مسجد رو ساختن، چون که اینا آخر دیگه نمیتونستن بدون دین بمونن، کم کم تغییر کردن. در وقت خود شاه اسماعیل در اونجا نماز برگزار نشد، ولیکن چون که اصلا ملایی نداشتن، ملاها نیومده بودن از لبنان، اینا که ملا نداشتن، نماز که عقیده نداشتن. خب وقت برنامه ما پایان رسید. میدونم که خاطر شما مکدر شد از چیزهایی که شنیدید، ولیکن باید حقایق تاریخی رو ما بدونیم، از اون درس بگیم. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسایر المؤمنین. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهرا از بین رفته. اتفاقاتی که تقریبا 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت آمدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، نو از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلق اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.